با سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز اسکافایار، امیدوارم که حالتون عالی باشه. ما با یه ویدیو دیگه اومدیم در خدمت شما باشیم. قراره تو این ویدیو کنترل فریک رو خدمت شما نشون بدیم، نحوه نصبش و اینکه چجوری رو دسته قرار میگیره و مدل های مختلفی که از کنترل فریک داریم رو خدمت شما نشون بدیم. ما اینجا مدل های مختلفی از کنترل فریک داریم. البته این سه تا مدل برند کنترل فریک نیستن، ولی همون کارهای کنترل فریک رو دارن و مدل های دیگه اینا همه برند خود کنترل فریک هستن که حالا خودشون هم مدل های مختلف دارن با اسامی متفاوت. اولین کنترل فریکی که روی دست قرار دادیم کنترل فریک مدل دیستینی 2 هستش که ما روی این دسته دوال شاک رنگ آبی قرار دادیم. خیلی از دوستان سوالشون اینه که کنترل فریک کارایش دقیقاً چیه. کنترل فریک ایم اسیست و لگدگیر و این چیزا نداره. کنترل فریک یه قطعه پلاستیکی هستش که روی شوک نصب میشه. روی شوک اکثر دستا قابلیت نصب شدن رو داره. وقتی که این نصب میشه رو شوک، اندازه شوک بلندتر میشه و همین بلندتر شدن اندازه شوک باعث میشه که به ما اجازه اینو بده راحتتر اونو به گردش در بیاریم، به جهتهای مختلف حرکت بدیم و اینکه توی حرکت دادن ایم راحتتر هستش، توی حرکت دادن اپراتور توی بازی یه خورده تاثیر داره. یه سری از کنترل فریک ها که مثل همینی که تو تصویر میبینید اندازه هر دوتاشون که هر دوتاشون تو یه پکن اندازه جفتشون کوتاه هستش که الان تو این دسته میبینید. یه سری دیگه هم هستن که اندازهشون متفاوته. ببینید یه دونه بلنده یه دونه کوتاه. این مدل کنترل فریک مدل ورتکس هستش. ما اینجا روی دسته دوالچاک رنگ آبی کنترل فریک قرار دادیم و یه دوالچاک رنگ مشکی. و مدل سومی هم که کنترل فریک داره سریای جفتش بلند هستش. اگه توی یه تصویر اینا همه رو داشته باشیم، دسته آبی ما دوتا کنترل فریکش یه اندازه هستن، کوتاهن. دسته مشکی دوالشاک ما یه دونه از کنترل فریک ها بلندتره، یکی کوتاهتره. و دسته ریزر ما هم که دوتا کنترل فریکش بلند هست، سایز بلند هستش. پس کنترل فریک رو میشه روی اکثر دستا نصب بکنین. دسته ریزر، دسته نیکون، دسته خود دوالشاک سونی و دسته ایکس باکس. توی یه تصویر همه دستا رو داشته باشیم که شما همزمان که توضیح میدم بتونید تصاویر دستای مختلف رو داشته باشید که کنترل فریک روشون کار کردید. این مدل کنترل فریک ما مدل اینفرنو هستش که هر دوتا سری شوکش یه اندازه هستن. مدل بعدی ما مدل بتل رویال هستش که رنگ بنفش خوشگلی داره که این هم هر دو تا سریشون یه اندازه هستن. مدل بعدی ما مدل کال آف دیوتی بلک اوپیس هست. این هم جفت شوکاش یه اندازه هستن. یه مدل دیگه هم از کال آف دیوتی داریم که این هم جفتش مساوی هستن و یه طرح خاص خوشگلی دارن. کال آف دیوتی اینفینیتی وارفیر. و این هم که مدل دیستینی هستش، ما روی این دسته کار کردیم، جفت نصب کردیم و جفتشون یه اندازه هستن.
و این هم یک برند جدید هستش که اومده کار کنترل فریک رو انجام میده، هم سری دوتا شوک داره، هم سری کلید L2 و R2 داره که این هم رنگ مشکی داره، رنگ نارنجی داره و رنگ آبی. ما اینجا قصد داریم تو این ویدیو یه دونه از همین کنترل فریک ها رو هم که طرح کنترل فریک هستش رو روی یکی از این دست ها نصب بکنیم که شما قشنگتر اون رو ببینید و در تصویر داشته باشید. کنترل فریک قبلی رو از سرش جدا میکنیم و کنترل فریکی که R2 و L2 داره رو میخواییم روی این نصب بکنیم. این کنترل فریکی که R2 و L2 داره این هم جفتش یه اندازه هستش، برخلاف اون رنگ نارنجی که برند خود کنترل فریک بوده، مدل ورتکس که یکیش کوتاه و یکیش بلنده، اونی که بلنده سرش به سمت بیرونه، اون که کوتاه سرش به سمت داخل هستش. خب خیلی راحت ما شوکمون رو، دستمون رو به این حالت میگیریم، شوکمون رو صاف قرار میدیم و کنترل فریک رو سرش قرار میدیم با یه فشار خیلی کوچیک، قشنگ جا رفته. ببینید سه تا پایه زیر این کنترل فریک ها هستش که روی خود شوک نصب میشن و به این راحتی ها جدا نمیشن که هنگام بازی سر بخوره یا در بیاد، مگر اینکه خودتون بخواید با دست درش بیارید. بریم روکش R2 L2 هم نصب کنیم. توجه داشته باشید که حتما باید روکشی که اسم خود R2 یا L2 داره رو سر جای خودش نصب کنید. روکش R2 L2 باعث میشه که این R2مون کلیدش یا L2مون بلندتر بشه و میتونیم خیلی راحت با قسمت پایین تر این کلید ازش استفاده بکنیم و انگشتمون قسمت پایین تری قرار بدیم. وقتی که جا میخوره یه صدای تیکی کوچیکی میده که نشون میده که قشنگ نصب شده و جای خودش قرار گرفته. امیدوارم از این ویدیو ما خوشتون اومده باشه و نحوه کار با کنترل فریک، نصب اون و مدل‌های مختلف اون رو متوجه شده باشید. باز هم اگر سوالی در این خصوص دارید میتونید که از طریق اینستاگرام دایرکت بدید یا تو تلگرام به آیدی ادمین ما پیام بدید و اونجا سوالاتون رو بپرسید و ما در اسرع وقت بهتون پاسخ خواهیم داد. تا یه ویدیوی دیگه و یه آنباکس دیگه، بدرود.